نخستین نشست وزیران امور خارجه کمیسیون مشترک برجام منهای آمریکا امروز در وین برگزار شد و کارش را با صدور یک بیانیه به پایان برد. در این بیانیه آمده طرفهای برجام بر ضرورت اجرای کامل و مؤثر تعهدات دو طرف تاکید کردند و ایران و پنج کشور باقی مانده در برجام موافقت کردند مذاکرات را ادامه دهند. وزیر خارجه کشورمان پس از این مذاکرات گفت طرفهای برجام توضیحات بیشتری درباره جزئیات بسته پیشنهادی خود ارائه کردند، اما باید دید در عمل چه می‌کنند، ضمن اینکه بسته پیشنهادی باید تا آبان ماه عملیاتی شده باشد. محمد جواد ظریف پیش از نشست کمیسیون رایزنی‌های دو جانبه هم داشت. پس از دیدار و گفتگوی دو جانبه وزرای خارجه ایران و روسیه، نشست اعضای کمیسیون مشترک برجام منهای آمریکا انجام شد و پس از دو ساعت پایان یافت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تنهایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت طرفهای برجام بر ضرورت اجرای کامل تعهدات طرفین تاکید می‌کنند. کشورهای عضو برجام و ایران در زمینه ادامه گفتگوها و تلاش برای حفظ برجام توافق کردند. در عین حال وزیر خارجه آلمان در نزد خبرنگاران گفت برای ایران روشن کردیم که خروج از توافق نامه اتمی تا چه میزان میتواند برایش زیانبار باشد. ما توان جبران کامل خسارات وارده به شرکت‌های اروپایی رو که از ناحیه همکاری با ایران به تحمیل تحریم‌های آمریکا تهدید می‌شوند رو نخواهیم داشت. ما با شرکت‌های اروپایی که همچنان علاقمند به سرمایه گذاری در ایران هستند مشورت میکنیم و در نظر داریم راه های پرداخت به ایران رو باز نگه داریم. آقای شجاعی سلام بر شما. مهمترین محورهای بیانیه اجلاس امروز وین چی بود؟ سلام عرض میکنم جناب آقای صادقی. بیانیه‌ای که در واقع تهیه شده بود در اجلاس کمیسیون اعضای در واقع برجام منهای امریکا 10 بند داره که در اغلب بندهای اون بر حفظ برجام، بقای اون و حضور ایران و طرفهای برجام در اون تاکید شده. یک بند دیگری داره، بند 8، که در اون یک مقداری میشه بالغه‌های امید رو در واقع در اون دید. در بند 8ش حفظ و تقویت روابط تجاری و گسترش روابط با ایران و تداوم در واقع فروش نفت ایران و مسئله مربوط بیمه و کشتیرانی تأکید شده. البته من باید این رو عرض بکنم که همونطور که آقای روحانی در تماس تلفنیش با صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه مطالبی رو در مورد بسته پیشنهادی طرف اروپایی عنوان کرد، در کلمات ایشون این بسته پیشنهادی 3 تا در واقع صفت رو نداره، یعنی امیدوار کننده نیست، صریح و شفاف نیست و همچنین عملیاتی هم نیست. بنابراین آنچه که امروز به عنوان تعهدات در بیانیه آمده باید این ویژگی ها رو داشته باشه و آقای ظریف هم تأکید کرد که حتما اروپایی ها این تعهدات خودشون رو تا قبل از اجرای تحریم های امریکا، یعنی یکی در همین ابتدای ماه آگوست و یکی هم در ابتدای ماه نوامبر 3 ماه دیگه، بله، تا قبل از اون اگر تعهدی رو میخوان در واقع عملی بکنن باید. بله. آقای شجاعی، ظاهرا وزیران خارجه فرانسه و آلمان هم در گفتگو با رسانه‌ها درباره مذاکرات امروز وین صحبت کردند. ژان لودریان و هایکو ماس چه مطالبی به خبرنگاران گفتند؟ بله، وزیر امور خارجه آلمان بخشی از صحبت‌هاش که البته کوتاه هم بود، بخشش در این گزارش همکارم خانم کاظمی هم اومد، در اونجا هایکو ماس اعلام کرد که اگرچه آلمان نمیتونه همه تعهدات خودش رو در قبال برجام نسبت به ایران عملی بکنه، اما تلاش میکنه که بخشی از اونها رو عملی بکنه. و لودریان وزیر امور خارجه فرانسه هم گفت تا قبل از ماه نوامبر ما نمیتونیم، اگر تعهدی هم بخوایم نسبت به این بیانیه عملی بکنیم، تا ابتدای ماه نوامبر یعنی اجرای تحریم ها توسط آمریکا کاری رو انجام بدیم و محقق بکنیم. من یه نکته دیگه رو هم عرض بکنم و اونم این هست که در نشست امروز وزرای خارجه چین و روسیه حضور داشتن و آلمان و فرانسه هم حضور داشتن. وزیر خارجه انگلیس نبود، معاونش بود و آقای بوریس جانسون به دلیل مسائل مربوط به برگزیت نتونسته بود در از لندن به اینجا بیاد. بله.